در پایوان به تاخیر نشست بجنگ بیشتر صحبت می کنیم با جناب دکتر داور نادی رئیس عمومی انجمن صلح افغانستان دکتر صاحب خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین در کجای بحث صلح قرار داریم آیا واقعا آنچه که در گزارش هم دیدیم ممکن است که هیئت حکومت با طالبان بشینه آیا قرائن و شواهد چنین چیزی را نشان میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما دوستان عزیز و همه ملت تشنه و صلح افغانستان خدمت باید هر شبه که ما قبلا هم فکر میکنم ذکر کرده باشم از این تریبیون که دنیا تصمیم گرفتن که باید در افغانستان مسئله جنگ و صلح یک طرفه شد و بالاخره به صلح بیانجامده ای ما تقریبا گفته میتونیم که شکی نداریم ولی که چه قسمی پیش میره و چه مدت خود گرفته این یعنی مسئله است که مربوط میشه به مسائلی که در باید بحث و مکانیزمی که باید طرح شود و در حسال که باید دولت افغانستان و همچنین طرف طالبان داشته باشند چند مسئله بسیار حتمی هست در مذاکرات آینده یکی است که باید طالبان شرط آتش بس قبول کنند و پیش از آتش بس هیچ امکان نداره که مذاکرات صلح کدام معنی بده نمیتونیم در یک دست صلح صحبت کنیم و در دست دیگه بجنگیم و هنوزم به قتل و قتال مردم خود از دو جان ادامه بدیم اصلا معنا نداره فعلا تا جایی که ما میدانیم و می جنگ گفته میشه که به بنبست رسیده بنبست معنای زمین میته که اگر بخوایم از بنبست برای یک سازش باید از دو طرف صورت بگیره دولت افغانستان صلاحیت آخری عام مسائل حل و فصل و همزا و موافقت برای صلح و جنگ افغانستان داره اعضاب و نیروهای سیاسی افغانستان همیشه میگن که باید اونا هم نماینده داشته باشن خود زنان میگن که باید نماینده داشته باشن جامعه مدنی میگن که باید نماینده داشته باشند در شک نیست که باید صداشون شنیده شود در داخل امواجنده و داخل فرمول تفاهمی که بالاخره به دست آمد باید شامل باشد صدایشون ولی اونا باید طرحهای مشخص و واضح به دولت افغانستان بدن چون دولت افغانستان بالاخره انتخاب کننده هیئت یا تین کننده هیئت مذاکره کنید. برای سال هست و بالاخره کسی هست که امضا کنه و یا موافقه کنه با اینکه در افغانستان چی گونه مسائل رو میتونیم قبول کنیم با توجه به گزارش دیدم که اختلاف ها در ترکیب همین هیئت باعث شده که نشست به تاخیر بیفته یکی از ابوادش است چه کسانی واقعا دامن به اختلاف یا به اختلاف ها دامن میزنند و در کنارش های حکومت زمین ظرفیت داره که یک هیئت یک دست بسازه؟ نو بدون شک یه سلاحیت دولت هستی به نباید شک داشته باشیم ولی که دولت صلاح... صلاحیت خدا را بدون شک ولی از لحاظ ظرفیت ولی کم ظرفیت هم باشه کش... کسانی که میخواین در مذاکرات سال سهم داشته باشند و مذاکره کنن اونا میتونن ترها خاصای خود را به دولت افغانستان بتن و همچنان کمک کنن دولت افغانستان که چیگونه یک تره آخری را آماده بسازه و بتونه برای با میز مذاکره با طالبان بشینه صحبت کنن یکی از بخشایی که به حساب مانع پیشرفت ایجاد حیات شده و یا ایجاد مذاکرات آغاز مذاکرات شده میسته که گروپ های مختلف خودم به صاحب صلاحیت و صاحب حق میدانن که باید در پروسه صلح افغانستان سهم بگیرند یک چیز باید همه ما قبول کنیم که افغانستان صاحب یک دولت است دولت صلاحیت آخری و عام تام داره که چگونه میتونه حیات بکنه کدام مسائل بس میشه او را میدانه هر کس نظر بده ولی صلاحیت آخری پیش دولت افغانستان است و اگر دوستا بخواهند و کسانی که میخوان صداشون شنیده شه باید با دولت کمک و همکاری کنن و الا امکان نداره که ما از یک دولت بگوییم کم ظرفیت است و از طرف دیگر خود ما بخوایم که مذاکره و خود از ظرفیت دولت بالاتر بداریم که ما فکر میکنم یک حرف بسیار واهی و دا درست است و خاطر که هیچ نیروی سیاسی در افغانستان به صورت مشخص بالاتر از دولت افغانستان ظرفیت ندارد چطور میشه واقعا اینمی ظرفیت ها رو یک دست بسازند تا به ادقل در رابطه به می حیات دیدگاه واحد داشته باشند با کدام میکانیزم خب یکی خدمتتان عرض کردم که اینا می دانند ترها و خاصای خود را از نمایندگی و از آدرس سازمان یا حزب یا تنظیمی که دارن نوشته کنند با ما وزارت داریم به نام وزارت در امور سال با اونا بشینن صحبت کنن اونا بخشی از دولت هستن و, و بدون شک اگر بخواین که دلسوزانه و مهربانانه و مسئولانه عمل کنن همی مکانیزم هست در غیر از او هر کدام اگر بخواید زیر بغل خود یک دوسیه داشته باشه و اجندای خود بخوای باز کنه مذاکرات صلح باز هم با تعویق خود افتاد و نتیجه نخواهد داد در رابطه به حداقل خوشبینی ها برای سرگیری گفتگوهای امریکا گفتگوهای امریکا و طالبان اگر اشاره داشته باشین که واقعا دیروز هم حکومت افغانستان اعلام کرد که اگر این گفتگوها دوباره از سر گرفته شود به یک نحو در هماهنگی با حکومت افغانستان است واقعا ما با کدام کارت سبز تانستیم امریکا را قناعت بتیم که این بار بدون هماهنگی با حکومت این رونده پیش نبره یک جلسه شده بود در ماه یک یک ماه کنی ما قبل در بروکسل که در اوج آقای خلیلزاد بود و پنج شش کشور دیگه یا هفت کشور دیگه در اوج از کشورهای ناتو اروپایی شرکت کردن و اونا یک تفاهم نامه هبد ماده ای را صادر کردن و دو تفاهم نامه یکی از بخش های اساسی همی بود که باید دولت بار ای بار که مذاکرات صلح میشه باید تحت حاکمیت دولت افغانستان و یا مالکیت مردم دولت افغانستان باشه یک مسئله هی هست مسئله دیگه ای هست که بعد از اینکه دولت افغانستان سیتن از اسرای جنگ جنگی طالبان را آزاد کردن و همچنان زندانیان آمریکایی آزاد شد این خود یک زمینه را به خاطر حمایت و تشویق دولت ایالات متحده آمریکا از دولت افغانستان و پروسیس صلح افغانستان برابر کرد که اونا میخواین کمک کنن و در این راستا هم در قطر یک سلسله مذاکرات صورت گرفت در دو سه روز گذشته و اونا اولین گفشون که طالبا همی بود که باید مسئله آتش بس بپذیرن و مستقیما داخل مذاکره با دولت افغانستان شن اگر بپردازیم به تحولات داخلی آمریکا چقدر فکر میکنین که داقل حداقل سیاست گذاران در امریکا حاضر هستند که بحث صلح افغانستان را به موفقیت برسانند خب ایالات متحده امریکا در منطقه با و باز خاصتا در افغانستان منافع بسیار دراز مدت دارند به هیچ باید باور نکنیم که ایالات متحده امریکا و ناتو یک جای از افغانستان از ساکر خود جمع میکنند و بیرون میشن اینا در ماندنی هستند و ایره ما فکر میکنم که طالبا هم میفهمند دولت افغانستان هم میفهمند و دولت افغانستان هم به خاطر از اینکه یک صلح پایدار ما داشته باشیم و نه دیگه خدای نخواسته باز هم مورد تهاجم و آماج منافع کشورهای همسایه و منطقه قرار نگیریم به حضور ایالات متحده امریکا ضرورت دارن و اگر بخواین هم که ساکر امریکایی و اتناتو از افغانستان بیرون شه یک برنامه تدریجی و درازمدت خواهد بود که دهی حالت دهی صورت باید طالبا هم به او موافقه کنن من فکر میکنم که ایالات متحده امریکا سر از مسئله دیروز و پیروز با طالبا صحبت کردم و با اونا از آن کردن که به هیچ وجه نمیتونن دولت افغانستان هم شکست میتونن یا هم شکست و یگانه قدرت تعیین کننده در تعیین سرنوشت افغانستان و مسئله جنگ و در افغانستان باشن و اجازه کس برشان نمیده فلحاظ اونا حالی او که دولت افغانستان هم نیت خود نشان داد و جدیت خود نشان داد و سرای بسیار مهمشان آزاد کرد زمینه را برای یزی که باید با هم تفاهم کنند و بیشتر مستقیما مذاکره کنند برابر کردن این مسئله بسیار مهم است و فکر میکنم که طالبا هم یک چند تن از سرای دولت افغانستان ساکر افغانستان رو آزاد کردن که به حساب به زمینه تفاهم و اعتماد سازی و بالاخره زمینه ملاقات مستقیم دولت افغانستان با طالبان را مهیا خواهد کرد که از طرف کشورهای اروپایی و همچنان ایالات متحده آمریکا حمایت خواهد شد اگر بپردازیم به حداقل اوضاع داخلی افغانستان فکر میکنین که در شرایط تجاری چه چیز مانع رسیدن مردم افغانستان به صلح است بحث انتخابات است حداقل منافع شخصی است گروهی است کدام مورد است واقعا که قابل نگرانی است دو مسئله که یکیش قابل نگرانی نیست و یکیش قابل نگرانی است. یک مسئله اعلان نتایج انتخابات افغانستان است که برای آغاز مذاکرات سال باید دولت افغانستان و حکومت جدید افغانستان آمادگی داشته باشه و یک پلتفرم برنامه سال داشته باشه که جامعه باشه که البته او بعد از اینکه نتایج انتخابات اعلان میشه و حکومت جدید تشکیل میگیره تا شکل میگیره او آماده میشه مشکل دیگه که از خواست سازمان ها و تنظیم ها و احزاب و نیروهای سیاسی است که گفتم خود صاحب حق میدانن و تا زمان این خود بالاتر است سلایت خود بالاتر از دولت افغانستان میدانند در حالی که از لحاظ ظرفیتی هیچ کدامشان به تنهای حتی در مجموع به ظرفیت دولت افغانستان نمیرسند چه چیزی واقعا میتونم این گره کور باز بکنه که طرف ها شخصی فکر نکنند تنظیمی فکر نکنند آیا امی علاقل نمونه گذاشته شده در دا میدان و یا حکومت هم انطاف داره تانسته را راضی بسازه اینا باید به موجودان جمعی خود رجوع کنند و دلسوزانه به وطن ببینند به وضع مملکت ببینند و ببینند که ادامه جنگ چقدر به افغانستان صدمه رسانده و دل سوزانه برخورد کنه مسئولانه برخورد کنن، با دولت افغانستان یک جا همونطور که گفتم طرح های خود را بتن یک اجندای واحد و معینه بسازن و دولتی صلاحیت داره که بالاخره چه گونه را تعیین میکنه یا از بین از این یا از کس های دیگه به طرفا هر کسی که باشه بالاخره امضا کننده اخیری به خاطر آوردن صلح دائمی دولت افغانستان است در اخر دکتر صاحب که نیت طالبان و کسانی که از اونها حمایت میکنن به خاطر صلح چقدر فکر میکنین که در حال حاضر به خاطر پایان جنگ است و اگر نگاهی بر جهان هم داشته باشیم که آیا اجماع جهانی و یا توافق نظر در بحث صلح ایجاد شده در افغانستان ما فکر می کنم که تا اندازه اجماع با وجود آمده اما بعد از ملاقاتی که یا مجلسی که در بروکسل صورت گرفت در روز یکی از مشخصات واضحی در دو تفاهم نامه می است که هر کشوری که در مورد صلح افغانستان صحبت می باید هم حمایت شد هم تشویق شد و هم به ای خاطر باشه که در افغانستان جانبین یعنی طرف های درگیر مستقیم مذاکره کنند و برای یک صلح دوامدار دا دا برای افغانستان کار کنن ما فکر میکنم که زمینه را برابر میکنه برای از اینکه بالاخره ما یک فرمول جامعه و همه جانبه را ایجاد کرده بتانیم و در افغانستان صلح بیه نیت طالبان آمیانشون؟ بله بدون شک اونها هم جز زمین پروسه و گروپ ها هستند و خاصتا پاکستان که بسیار زیر فشار هم هست اگر پاکستان به خواست مردم افغانستان تمکین نکنه سردم سرنوشتش ما فکر میکنم شاید بهتر از ایران شه خیلی تشکر دکتر صاحب تشریف آوردین تشکر از شما ممنون